درود فراوان پوران پور هستم روانشناس مشاور بالینی و بخش دیگر از برنامه بهداشت روان رو در آره تیوی اجرا میکنم موضوع صحبت امروزمون یک هات تاپیک هست به اسم خیانت در روابط شاید دوست نداشته باشین بشنویم ولی خب موضوعی است که وجود داره و باید راجع به صحبت یکی از مسائل مهمی که تو جامعه ما میگذره و من با ما روان درمانگر میبینم با افراد صحبت میکنم همین مسئله یه, یه ذره کلمه بازی کلمه قشنگی نیست ولی اینکه حالا تو این رابطه هستم من زیاد خوشحال نیستم برم با کسی چت بکنم فقط چته حالا اون طرف داره به من حس خوب میده و از روابطی که توش فرد وجود داره میاد بیرون و توجهش رو به طرف بیرون میبره با در رابطه با دیگران که از دیگران توجه بگیره خب اینو ما میدونیم متاسفانه این مشکل خیلی خیلی بزرگه و تو همه جوام وجود داره ولی به نظر میاد که جامعه ایرانی ما رو دست همه زده تو این مورد چرا خیانت به وجود میاد؟ کجاست که فرد توی یه رابطه نمیتونه متحد باشه؟ یک من فکر میکنم که صبر و حوصله ما آدم ها تو این روزگار کمتر شده به همون دلیل که این سوشال میدیا به ما این امکان رو داده که بتونیم در آن واحد صد تا عکس رو نگاه بکنیم افراد رو با قیافه های خوب و شیک و خوشگل و اینها رو بتونیم چک بکنیم افراد انگار که همه نیازهاشون آنی شده صبر و حوصله کم شده انگار که اگر توی رابطه مشکلات وجود داره هیچکس کس نمیخواد دیگه با اون مشکلات دست پنجه نرم کنه و نیازهای آنی که باید از بیرون گرفته بشه خیلی مهمتر میشه و قدیما حالا به هر حال صبر و حوصله وجود داشت امکانات دیگه ای بود زندگی جور دیگری بود ولی امروزه ما یه خورده رفتیم به طرف خودشیفتگی هرچه تمامتر خب این سوشال میدیا یکی از ضرراتش همین بوده همه ما دوست داریم که اکسامون رو نشون بدیم چی خوردیم کجا رفتیم چیکار کار کردیم و از اون طرف هم متاسفانه چشم های ناپاک در این مورد زیاد وجود داره که نگاه بکنن خب من با کی میتونم یه خورده عشق حال بیشتری داشته باشم با زن خودم نمیتونم با شوهر خودم نمیتونم چجوری من میتونم یه ذره حال خودم رو بهتر کنم اون حالی که در حقیقت به خاطر نداشتن رضایت از خود هستش در وهله اول نداشتن حس خوب در مورد خوده یه جور حس بی ارزشی و کم ارزشی درون فرد وجود داره که میخواد چیکار بکنه این رو اینجوری کامپنسیت بکنه از بیرون توجهی بگیره که این حس بده رو از بین ببره و خب مکانیسم های دفاعی مختلفی هم که داریم با توجه به اینکه فرد سعی میکنه از راه دروغ گفتن نمیدونم دور زدن سکوت کردن یا مخفی نگه داشتن و یا اکسکیوز آوردن یعنی عذرخواهی واسه خود یعنی دلیل آوردن توجیه کردن توجیه کردن خود که نه من این نیازم هستش اگه همسرم نمیتونه هم من بده این نیاز من هستش ما کجا داریم میریم واقعا چی کار داریم میکنیم آقایون خانم ها عزیزان شما که اونور نشستین اگر گوش میکنین ممنون که گوش میکنین اگر نمیکنین توجه کنید چی کار دارین میکنین؟ آیا واقعا راضی هستین خوشحالین با همه اون 20 نفر دیگه که دارین در این حال چت میکنین در صد که تو رابطه هستین و همسرتون به شما میگه چی کار میکنین میگین چت کاری دارم و یه خانم ها شما هم همینطور شما که دارین زندگی میکنین همسر دارین بچه دارین و از اون طرف با ده نفر دیگه همزمان دارین چت میکنین و قول قرار میدین و حس بهتر میگیرین برای خودتون آخه کجا داریم میریم چی کار داریم میکنیم بچه های ما چی دارن میرن نسل آینده ما کدوموری باید بره نسل آینده ما چی باید ببینه از پدر مادرهایی که این رفتارشونه رفتار بچگانه و یعنی بچه از سیزه ساله اگر این کار رو بکنم میگیم اوکی برو با چهار نفر دیگه حرف بزن دست که okay. دوست پیدا کن برای خودش با این خوشحال نیستی برو یه دوست دیگه پیدا کن ولی نه دیگه تو سن بزرگ سالی نه دیگه بعد از این همه مسائل آخه آسیب های اجتماعی که ما متحمل میشیم یکی دوتا نیست این یکیشه فقط که خودمون داریم به, خودش به خودمون دامن میزنیم یعنی انگار که نمیخوایم مسئولیت پذیری کنیم نمیخواین خوشحال نیستین توی رابطه بزنین برین تموم ولی این چه کاریست چت کردن و من روی سخنم به هر دو جنس هستش هم خانم ها هم آقایون و اصلا اکسکیوزی هیچ دلیل موجهی وجود نداره برای رفتارهایی که داریم میکنیم برای مسائلی که وجود داره تو جامعهمون و این نه تنها تو ایران بلکه همه جای دنیا هر جایی که ما ایرانی هستیم همین مسائل هست من اصلا راجع جامعه خودمون دارم صحبت میکنم به کسی که کار ندارم و این چیزیست که دارم میبینم و کسی که همزمان با ده نفر دیگه میخواد دوست بشه آیا غیر از اینه که حس بیاعتمادی نسبت به خودش داره یا اینکه حس هیجان میگیره از این همه توجه این هیجان هیجان کازبیست است هیجان هیجان سالمی نیست و یه جای فروکش میکنه وقتی که شما حس بکنی که چجوری خودت رو انداخته تو دام روابطی که همهشون از دم ناسالمه سطحی است فیکه دروغه همه چیز زواهر همونقدر که افراد متاسفانه قیافه آدم هم تو این روز و روزگار انگار عوض شده و همش به خاطر همینه میخوایم توجه بیشتر بگیریم این بوتاکس ها این نمیدونم عمل های جراحی صورت این تمام کارهایی که داریم میکنیم برای کی داریم خودمون اینقدر خوشگل میکنیم برای خودمون اوکی عالی ولی اگر به خاطر اینکه توجهی بیشتر بگیریم چهار نفر دیگر به خودمون جذب کنیم چهار تا تکست بیشتر بزنیم سخت در اشتباهیم و این بیماری است متاسفم بیماریست یک جور اختلاله. اختلال اختلال روانی است و در آخر در نهایت این رفتارها یه چند سالی ادامه داره و بعد میشینه فرد با خودش اون عذاب وجدانه رو باید تحمل بکنه که من چیکار کردم و خب این رابطه وقتی رابطه سالم نیست با... میمونه رابطه سالم آف کورس که نمیمونه معلومه که نمیمونه تموم میشه یه جایی به هم میریزه و ما افراد میبینم از این رابطه به رابطه دیگه به رابطه دیگه بدون اینکه نگاه بکنم آقا من چی کار کردم چی شد این رابطه هم به هم خورد چرا مشکل پیدا کردم تو رابطه اولم و دوم سوم حالا بگذاریم که ازدواج های اینجوری روابط اینجوری زیاد هستش من خوشحال میشم تو جلسات مختلفی که میذارم سمینارهای مختلفی که میذارم ببینم شما عزیزان رو و به زودی برنامه های پادکستی که خواهم داشت در این موارد بیشتر صحبت میکنم و تشریف بیاری اینها مهارت است که باید یاد بگیریم ما همونقدر که مهارت رانندگی رو باید یاد بگیریم کلاس رفتن مهارت روابط رو هم باید یاد بگیریم با کلاس رفتن با آموزش دیدن با از خود گذشتن با یه خورده کوتاه اومدن با یه خورده آگاهی به وجود آوردن برای خود با یه خورده به اصطلاح انضباط گرفتن رفتاری رفتارها رفتارهامون باید منضبط بشه و میتونه بشه میتونیم درست بشیم میتونیم حال بهتر داشته باشیم میتونیم روابط سالم تری رو ایجاد بیاریم بکنیم و رول مدل بهتری برای نسلهای بعدیمون و فرزندانمون باشیم روز روزگار خوش به امید دیدار در سمینارها و برنامه‌های های